تا به حال شده براتون که ماشین جدید بخرین و هنوز قسط اولش رو پرداخت نکردین؟ خدایی نکرده تصادف بکنین؟ یا مثلا هنوز یه هفته نیست که گوشی جدیدتون رو خریدین و گوشیتون رو میدوستن؟ آیا یک ازدواج یا رابطه موفق داشتین که همه حسرت اینو داشته باشن که همچین ازدواج یا رابطه‌ای داشته باشن و یهو همه چیز برمیگرده و رابطه یا ازدواجتون به مشکل میخوره؟ مواظب باشین، چون دلیل بعضی از این اتفاقات ناخوشایندی که توی زندگیتون میفته ممکنه به خاطر چشم کردن اطرافیانتون باشه. گفته میشه توی چشم انسان‌ها یک راز بزرگ پنهان شده و متاسفانه این گفته کاملاً صحیح و درسته. پیامبر اکرم تایید کردند که چشم زخم حقیقت داره و نگاه‌های یک شخص میتونه علاوه بر ضرر و زیان رسوندن به اشیاء شما منجر به مرگتون هم بشه. توی این ویدیو میخوام براتون بگم که چشم انسان چه کارهایی میتونه بکنه. اطلاعات جالبی درباره رنگ‌های مختلف چشم، آزمایشی که دانشمندان درباره چشم انجام دادن و اینکه آیا به خاطر به اشتراک گذاشتن ویدیوها و عکس‌ها توی دنیای مجازی ممکنه در معرض چشم زخم باشیم یا نه. بعد از اینها هم روی کارهایی تمرکز میکنیم که باید برای دور بودن از تأثیرات منفی چشم زخم انجام بدیم. اگه آماده این، ویدیو رو شروع بکنیم. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیست که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با چنل ایسا تیوی همراه شوید. نظر کلمه ای عربیه و معادل فارسی اون نگاه یا نگاه کردنه. در حالت عامیانه هم بهش چشم زخم میگن. توی این دنیا اسرار و راز و رمزهای زیادی وجود داره که علم هنوز موفق به کشف اونها نشده و چشم و ذهن انسان که ممکنه باعث آسیب رسیدن به یک انسان دیگه بشه هم جزء این اسرار و رموزه. اصلا چطور ممکنه که یک آدم فقط با نگاه کردن و یا فکر کردن به یک انسان دیگه آسیب برسونه؟ پیامبر اسلام گفتن که چشم زخم واقعا وجود داره و خیلی از انسانها به خاطر چشم زخم و نگاه بد دیگران ممکنه جونشون رو از دست بدن. شاید یک عده‌ای باشن که فکر میکنن این موضوع فقط یک مسئله اعتقادیه و به همین خاطر بلافاصله از دیدن این ویدیو منصرف بشن، ولی همین عده ممکنه علاقه خاصی به خوندن کتابهایی درباره اسرار داشته باشن و اصطلاحاتی مثل قانون جذب رو درک بکنن و باورش داشته باشن. ازشون خواهش میکنیم که فقط 10 دقیقه با دقت به این ویدیو نگاه کنن، چون این چیزهایی که میخوام بگم دقیقا همون دنیای ناشناختهیه که هممون به نوعی باهاش در ارتباطیم. نیکولا تسلا هم گفته که اگه میخوایم رمز و راز جهان رو کشف بکنیم باید قانونهای انرژی و ارتعاش و صدا رو بفهمیم. قابل توجه کسایی که سوال میکنن آیا این موضوع علاوه بر بعد دینی بعد علمی هم داره؟ چشم زخم یک امر ناشناخته است که با انرژی ارتباط نزدیک داره. همچنین علم باید احتمال وجود داشتن چیزهایی که هنوز کشف نشدن و به عنوان راز باقی موندن رو بپذیره. اینطور نیست؟ حالا میخوام براتون چیزهای جالب و قابل توجهی از زندگی روزمره بگم. بعد هم از آزمایش چشم زخم توی یکی از دانشگاه‌های انگلیس بگم که توی مجله ساینس هم چاپ شده. وقتی به عمق حوادث بپردازیم بیشتر هم تعجب میکنین و توی قسمت‌های پایانی ویدیو دیدگاه خیلی تکون دهنده قرار مطرح بشه. ما چجوری چشم میخوریم؟ از کجا باید بفهمیم که چشم خوردیم و چجوری باید از چشم خوردن در امون بمونیم؟ توی زندگی اجتماعی و محیط کاری با ده ها یا صد ها نفر برخورد داریم. توی مغازه، توی دانشگاه، توی اداره، توی رستوران، تعداد جاهایی که با آدم‌ها برخورد می‌کنیم خیلی زیاده و ذهن انسان به طور ناخواسته در عرض چند ثانیه درباره آدم‌هایی که می‌بینه فکر می‌کنه. این فکرها به خاطر زوال اخلاق توی جامعه ممکنه خیلی خشونت‌آمیز و پرخاشگرانه باشن. مثلا ریخت اون مرد رو ببینین. ببینین چه ماشینی سوار شده؟ حتما از جیب باباش داره خرج می‌کنه. کیف اون زن رو ببینین. خدا می‌دونه از چه راهی این کیف رو خریده. بچه تازه به دنیا آمده یه خانوم همسایه، درست مثل خودش زشته. قبول کنیم که داریم بین اینجور آدم ها نفس میکشیم و زندگی میکنیم.
فرکانس انرژی اینجور آدم ها از چشم هاشون به سمت ما فرستاده میشه و در نهایت به نحوی ضرر و آسیب میبینیم. متاسفانه ترکیب چشم زخم و حسادت نه تنها به صورت رو در رو و از طریق چشمای این افراد ما و داشته هامون رو نشونه میره، بلکه همچنین روی چیزهایی که توی شبکه های اجتماعی به اشتراک میذاریم هم تأثیر منفی داره. تمایل سیری ناپذیر انسان ها به خود نمایی، رفتن به جاهای لوکس و با کلاس، ماشین های گرون قیمتی که سوار میشن، غذاهایی که میخورن، تلاششون برای نشون دادن روابط عاشقانه شون به همه باعث میشه تا چشم زخم رو به راحتی جذب کنن و ماها متوجه نیستیم که علت خیلی از اتفاقات ناگوار به خاطر چشم کردن ما توسط بقیه است. لازمه یادآوری کنم که توی قرآن کریم آیه‌ای هست که میگه نزدیک بود که تو را با چشمان خود از پا در بیاورند. علاوه بر این پیامبر اسلام تایید کرده که چشم زخم وجود داره و فرمودن که چشم زخم باعث افتادن شتر توی دیگ و مردن و توی قبر رفتن انسان میشه. همونطور که موقع عوض کردن شبکه‌های تلویزیون با کنترل امواج تولید شده رو نمی‌بینیم، ولی این اشعه ها باعث عوض شدن شبکه ها میشن، گفته میشه چشم انسان هم صاحب یک نیروی اینچنینیه. همونطور که عصبانیت و خشم در بدن انسان جایگاه و مکان داره، درون چشم انسان ها هم موقع نگاه کردن به شخص دیگه نیروی خوب یا بد وجود داره. چشم زخم هم میتونه مادی و هم معنوی باشه و وقتی چشم به هدف اصابت میکنه چشم زخم اتفاق میفته. چشم زخم فقط موقع حسادت کردن رخ نمیده، بلکه یکی از دلایل آشکار چشم زخم گرسنگیه. مثلا وقتی توی فضای مجازی عکسای غذا خوردنتون توی یک رستوران لوکس رو به اشتراک میذارین، کسایی که گشنه هستن و یا اینکه استطاعت ندارن تا بعضی از غذاها رو بخورن، با دیدن این عکس‌ها گشنگیشون زیاد میشه و یا به خاطر اینکه نمیتونن این غذاها رو بخورن ناراحت میشن و در نتیجه این ناراحتی فرکانس‌های انرژی این شخص توی دنیا پراکنده میشه و باعث چشم خوردن شما میشه. امروزه ما توی قسمت‌های بیرونی رستوران‌ها که بو و ظاهر غذاها توجه مردم رو به خودش جلب می‌کنه، بدون توجه به اینکه شخص گرسنه‌ای از جلومون رد میشه، همون غذا رو می‌خوریم. فقط یادمون باشه که اون شخص گرسنه‌ای که از جلومون رد میشه و چشمش به غذای ما میفته، اگه توی درون خودش هم فکر منفی نکنه، باز هم ممکنه بدون اینکه بخواد شما رو چشم بزنه. یاد این حرف افتادم که بهترین راه محافظت در برابر ویروس اینه که بهش مبتلا نشیم. این حرف در مورد چشم زخم هم صدق میکنه. بهترین راه چشم نخوردن هم اینه که در معرض چشم بد قرار نگیریم. واسه اینکه چشم نخوریم بهتره که خیلی چیزها رو از دیگران پنهان کنیم و بهشون نگیم و نشون ندیم. بله، همه دارن میبینن که چقدر ما خوشبختیم. توی پول داریم غلط میزنیم. مدل موهامون، ماشین جدیدمون، بچه خیلی خوشگل تازه به دنیا اومدمون، غذاهایی که میخوریم، جاهایی که میریم میگردیم رو مدام توی چشم آدمها فرو میکنیم. انگار که با بقیه در حال رقابتی. حواسمون نیست که به خاطر خودنمایی افراطی چه بلاهایی داره به سرمون میاد. توی یک قسمت دنیا زلزله میشه، انسانها خونواده هاشون رو از دست میدن و بی خانمان میشن، ولی هنوز چند ساعت از این اتفاق نگذشته که ماها هنوز داریم عکسهای خونه ای که تازه خریدیم و یا مهمونی مهیجی که رفتیم رو به اشتراک میگذاریم. البته هر کسی داره زندگی خودش رو میکنه، هر کسی مشکلات و بدبختی های خودش رو هم داره. هیچ کسی نمیگه چون یک جایی عده ای مصیبت زده ان تو هم باید غم و غصه بخوری و ماتم بگیری. حداقل میتونین خوشی هاتون رو به اشتراک نذارین و به بقیه نشون ندین و وقتی زیبایی ها و ثروت بقیه رو میبینین به خودتون بگین خداوند متعال اینها رو بهشون داده و ماشاءالله خدا بیشترش رو بهشون بده. نعمت های خداوند بی پایانن و مدام بگین همه نعمت های خدا زیبا هستن. مطمئن باشین که زیبایی ها و نعمت های خداوند روزی شامل حال شما هم میشه. آدم حتی ممکنه خودش رو هم چشم بزنه، مخصوصا پدر و مادرهایی که نوزادهای تازه متولد شده و بچه های خودشون رو چشم میکنن. ببینین نینی من چقدر خوشگله؟ با گفتن حرفایی مثل بچه من خوشگل ترین بچه دنیاست، بچه خودشون رو چشم میزنن.
بهتر حواسشون به این موضوع باشه. پیامبر اکرم فرمودن زمانی که یکی از پسرهای اسد 3 روز تموم گشنه توی یک جای کاملا تاریک خودش رو حبس کرد و توی این 3 روز با هیچ کس ارتباط نداشت، بعد از 3 روز از اون تاریکی بیرون میاد و چون درونش پر از نیازها و احتیاجات بوده، با دیدن اولین شتر میگه این شتر چقدر قشنگه و شتر همونجا به زمین میفته و میمیره. تصور کنین توی این 3 روز چه حجم زیادی از فرکانس‌های منفی رو توی خودش جمع کرده بوده. بعد هم یک عده ای از دشمنان پیامبر اسلام قصد داشتن از قدرت چشم زخم این مرد علیه پیامبر استفاده کنن و پیامبر رو به قتل برسونن، ولی تلاششون بیهوده بود و خداوند متعال پیامبر رو نجات میده. و اما این سوال، توی چشم انسان چه چیز ناشناخته ای هست که میتونه تا این حد تأثیر داشته باشه؟ حالا بیام یک نگاهی بندازیم به تحقیقی که توی دانشگاه انگلیس انجام شده. در آزمایشی که توی بخش فراروانشناسی دانشگاه لیدز انجام شد، 6 نفری که ادعا می‌کردند قدرت چشمی خاصی دارن به عنوان کیس آزمایش انتخاب شدن. از این 6 نفر خواسته شد تا به مدت 2 هفته به یک تعداد اشیاء خاص و منتخب نگاه کنند. بعد از گذشت 2 هفته این اشیاء با دستگاه‌های بسیار پیشرفته تحلیل شدند و مشخص شد که در بعضی از این اشیاء تغییرات شیمیایی و مورفولوژیکی خاصی اتفاق افتاده و ثابت شد که از چشمای این 6 نفر امواج الکترومغناطیسی ساطع شده و آرتو گال، مدیر گروه فراروانشناسی دانشگاه، در مقاله‌ای درباره این آزمایش گفت که تغییرات در اجسام به خاطر اشعه هاییه که از چشمای رنگی این افراد ساطع شده. مجله معتبر ساینس هم توی صفحه اولش این آزمایش رو با عنوان چشم زخم منتشر کرد. هنوز علوم در رابطه با چشم زخم هیچ دلیل علمی ارائه نکردند. یعنی این وضعیت از نظر علمی ثابت نشده و از این نظر چشم زخم و چشم خوردن همچنان یکی از اسرار نهفته جهان خلقت. همونطور که پیامبر اسلام هم اشاره کردند، چشم زخم وجود داره و طبق دین اسلام واقعیت داره و هر آن ممکنه چشم بخوریم. از کجا بفهمیم که چشم خوردیم؟ آیا علائم خاصی داره؟ طبق باور عمومی یکی از مهمترین علائم چشم خوردن اینه که وقتی آدم چشم میخوره مدام احساس کسالت و خواب آلودگی میکنه. اگه علارغم این که به اندازه کافی میخوابین احساس کسالت بکنین، پس یکی از دلایل این کسالت ممکنه چشم خوردنتون باشه. اگه این اواخر مدام براتون اتفاقهای ناگوار میفته و وسایلتون همش خراب میشن، احتمالاً چشم خوردین. اگه بخوایم درباره روش‌های محافظت در برابر چشم زخم صحبت کنیم، اول از همه باید از فعالیت‌های خودنمایی که باعث چشم خوردنمون میشن اجتناب کنیم. بازم طبق اعتقاد رایج مردم، وضوء و دوش گرفتن از جمله کارهایی‌اند که بدن انسان رو هم از درون و هم از بیرون پاک می‌کنه و از بدن در برابر چشم زخم محافظت می‌کنه. آب هم اسرار ناشناخته‌ای داره که هنوز کشف نشده. مهمتر از هر چیزی، با توجه به قدرت دعا کردن میتونیم در برابر چشم زخم از دعا بهره بگیریم و از شر شیطان و انسانهای بدنظر به آیات بیبدیل خداوند پناه ببریم. چه توی فرهنگ ما و چه توی فرهنگهای دیگه، هزاران ساله که انسانها برای محافظت از خودشون در برابر چشم زخم اقدامات بیشماری انجام دادن و وسایل زیادی رو ساختن. متاسفانه بیشتر این اقدامات در حد خرافات باقی موندن و اشیاء ساخته شده هم هیچ تأثیری در رفع چشم زخم ندارن. مهره های چشم زخم که در بعضی از کشورها خیلی ازشون استفاده میشه یکی از این اشیاء بیفایده. تأکید میکنم که مهره چشم زخم و اشیاء این مدلی توی دین اسلام به عنوان وسیله دفع کننده چشم زخم جایی ندارن. ما داریم در معرض چنین چیزهای ناشناخته ای زندگی می کنیم که هم واسه دنیا و هم واسه بدن ما مثل رازن. اگه کسایی که درباره قدرت چشم انسان کنجکاون، فقط به دنبال محافظت خودشون از چشم زخم نباشن و سعی کنن با استفاده از قدرت چشم انسان یک سری از فرکانس های انرژی رو تولید کنن، چه اتفاقی میافته؟ یا اگه یک عده‌ای خیلی زودتر از ما راز چشم انسان رو کشف کرده باشن و هزاران سال باشه که دارن از این راز علیه ما استفاده میکنن، چی میشه؟ شده که تا حالا با خودتون فکر کنین چرا این اواخر همه جا نماد چشم رو میبینیم؟ چرا این چشما توی هر قسمت از زندگیمون از زیورآلات گرفته تا فیلم‌ها و کلیپ‌ها دیده میشن؟ بازم فکر کنین.
خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه، با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.